بنیاد جهانی آیت الله لزماسی صادق شیرازی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت منتهی به تروریسم نامه مهمی به جامعه به ارسال کرد و در آن بر پایبندی کامل در مبارزه با انواع تروریسم که یک پدیده خطرناک است تاکید کرد این بنیاد در نامه خود خطاب به کشورهای مختلف و سازمانهای بینالمللی و بشردوستانه بر لزوم تحمل مسئولیت خود در قبال این موضوع تأکید کرده و اعلام کرد که باید برنامه و طرحهای کاملی برای مبارزه با انواع تروریسم وجود داشته باشد در این نامه تاکید شده که این طرح و برنامه ها باید همچنین به حقوق بشر احترام بگذارد و به بهانه مبارزه با تروریست حقوق بشر پایمال نشود و افراد یا گروه های مختلف به هاشی رانده نشوند و در محاصره قرار نگیرند بنیاد جهانی آیت الله صادق شیرازی به روایت اهل بیت علیهم السلام که مرتبط با این موضوع است و به برخی بیانات مرجع راهل آیت الله محمد شیرازی قدس سر و دیدگاهش در مورد نشر فرهنگ مقابل با خشونت اشاره کرد این بنیاد همچنین در نامه خود به اقدام های برخی کشورها به تنهایی و بدون همکاری با دیگر کشورها در زمینه مبارزه با تروریسم اشاره کرد و نوشت برخی کشورها بدون داشتن دیدگاه درست و جامع که همه ابعاد فکری و مادی و اجتماعی و اقتصادی مردم را تعمین کند برنامه و طرحهایی برای مبارزه با تروریسم آماده کرده و در دستور کار خود قرار دادند که خود اقدامی نادرست به شمار می رود. بنیاد جهانی آیت الله العظما صادر شیرازی برای اثبات این مدعی به گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل که 15 ژانویه 2016 منتشر شد اشاره کرد که در آن گفته شده بود بررسی انجام شده نشان می دهد که ریشه بسیاری از تروریسم‌ها محرومیت، تبعیض، سوء مدیریت، پایمال کردن حقوق بشر، انتشار اندیشه افراطی و حسر افراد و گروه ها از سوی کشور هاست. این گونه رفتارها باعث نابودی بسیاری از برنامه های اقتصادی و اجتماعی در جوامع می شود. این نام افزود طبیعت بشر که از قومیت ها، ها و هویت های مختلف با فرهنگ و زبان های مختلف تشکیل شده خود فرصتی است تا بسیار از خطاها و عیب از جوامع از سوی دیگران شناسایی و معرفی شود تا بتوان آن را اصلاح کرد. اما تک صدایی و, صدایی عد و, و عدم توجه به تنوع جوامع این فرصت را از بین میبرد و جلوی تصحیح خطاها را میگیرد و ضمن اینکه افراد و گروه ها را گوشه گیر و در انحصار قرار میدهد باعث می شود حالت انفجاری ایجاد شود و زمینه خشونت و تروریسم مهیا شود